سلامت و سرحال باشین. مهدی عزیزی هستم، به کلاس ریاضی من خیلی خیلی خوش اومدین. جانم بریم. بچه ها صدای منو دارین؟ صدای من هست؟ تصویرم هست؟ بله 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 بله. خب خیلی هم خوب، خیلی هم خوب. امیدوارم چهارتون خوب باشه بچه ها. امروز ما با دانش آموزی که اینجا هستن، خب دانش آموزا مهمان ما هستین، امروز جلسه صفر کلاسمونه، یعنی آشنایی با مطالب مقدماتی که نیاز داریم برای جلسات بعد، و خب ما کلاس اصلیمونم که شروع شده و بین شما دانش آموزان عزیزی که اینجا هستین، هر دانش آموزی که تصمیم بگیره کلاس رو شرکت بکنه نباید حتی یک روز عقب بندازه و بلافاصله باید برای کلاس امروز بیاد با پشتیبانا تماس بگیره، کارای شرکت تو کلاس اصلی انجام بده که عقب نمونه کلاس، چون ما تو اون کلاس به بچه‌ها کتاب تست معرفی کردیم، تکلیف بهشون میدیم، تمرین حل میکنن و برای کنکور آزمایشی آماده میشن و الی آخر، یه جوری که خودتون رو سریع به اونا برسونید. خدمت شما بگم که میریم، خیلی دیگه وقتمو تلف نمی‌کنم، درسمو شروع می‌کنیم، ببینیم خدا چی می‌خواد. بچه‌ها ما امروز می‌خوام یه چیزی با شما کار کنیم، اسمش هست مطالب چالشی در فصل 0. بچه‌ها نکته فوق‌العاده مهم می‌دونید چیه؟ نکته فوق‌العاده مهم اینه که مطالبی که امروز بهتون میگم، حتی اگر شما هیچ کلاسی هم اصلا دانش آموز منم دیگه نباشین، مطمئنن مطالبی که امروز بهتون میگم تا آخر سال به دردتون میخوره، به عنوان یه ابزار خیلی خیلی مهم برای شماست، بسیار بسیار مهم. ببینیم چی هست بچه ها، حواستون پیش من باشه. خب بچه ها یه لحظه اینجا رو ببینید، من امروز میخوام به شما یه روش یاد بدم، میخوام یه روش بهتون یاد بدم، نمودارهایی که تو فصل تابع، تو فصل حد، تو فصل مشتق، تو فصل معادله نامعادله، یعنی یه سری چیزهایی رو میخوام امروز شما روش سریعش رو یاد بدم که در تمام فصلهای سال 12 هم شما ازش استفاده میکنید و اگر بلد نمیشین خیلی اذیتتون میکنه برای اینکه سوالا رو حل بکنید. بریم ببینیم اینا چیا هستن. نگاه کنید بچه ها، حواس اینجا باشه. اولی مطلبی که میخوام بهتون یاد بدم رسم سریع توابع رادیکالیه، یعنی به جای اینکه 2 سوت بیایم بشینیم انتقال این کار رو انجام بدیم، تابع رادیکالی به ما میدن 3 سوت بتونیم نمودارش رو بکشیم. بعد یه تست کنکورم هم یعنی براتون مینویسم ببینید چقدر تو کنکور به درد میخوره. من امروز رسم سریع نمودارهایی که در کل سال 12 تو همه فصلها شما نیاز دارین رو بهتون میگم، تو 1 ساعت کار 1 ماه توی مدرسه براتون انجام میشه. شیشتون گواص میشم، نوشتنم نیاز نداره، بلافاصله وقتی کلاس تموم شد توسط پشتیبانای محترمتون این جزوه براتون ارسال میشه، چیزی نمیخواد بنویسین یا اسکرین شات بگیرید. خب بچه ها اولی مطلبی که میخوام بگم در مورد توابع رادیکالیه. اول باید ببینیم اصلا رادیکال نمودارش از کجا به وجود اومده. منو نگاه کن بچه ها، همتون میدونین این نمودار تابع ایکس به توان 2ه، و همونطور که همتون میدونین تابع x به توان 2 1 به 1 نیست. چرا 1 به 1 نیست؟ چون اگر خط افقی بکشیم 2 بار قطعش میکنه. میبینید تابع x 2 1 به 1 نیست. تابعی هم که 1 به 1 نباشه وارون نداره، نمیتونیم وارونش رو رسم کنیم. به همین خاطر برای اینکه بتونیم وارونش رو رسم کنیم میایم نصفش رو پاک میکنیم. وقتی نصفش رو پاک میکنیم تابمون الان دیگه 1 به 1 میشه. بچه ها حالا که تابع ما 1 به 1 شده، یعنی چی 1 به 1؟ یعنی هر خط افقی بکشیم 1 بار قطعش میکنه. حالا که تابع ما 1 به 1 بخوایم وارونش رو بکشیم چی کار میکنیم بچه ها؟ میاییم نیمساز رو رسم میکنیم. این نیمسازه، شیشتونگ حواست اینجا باشه، نیمسازه که رسم کردیم نمودار مشکیه رو نسبت به نیمساز قرینه میکنیم. بچه ها من این نمودار مشکیه رو نسبت به نیمساز قرینه کنم میشه این شکلی. آقای عزیزی چقدر نمودار آشناییه، رادیکاله دیگه، این نمودار رادیکاله. نکته مهم اینه x به توان 2 وارونش میشه x به فرجه 2، x به توان 2 وارونش میشه x. یعنی فهمیدن اصلا نمودار رادیکال از کجا به وجود اومده؟ از اینجا به وجود اومده. حالا نکته مهم، حالا که x به توان 2 وارونش میشه x به فرجه 2، پس x به توان 3 وارونش میشه x به فرجه 3، x به توان 4 وارونش میشه x به فرجه 4، x به توان کوفت وارونش میشه x به فرجه کوفت. منو نگاه کن اینجا رو ببین بچه ها، نمودار x تو همتون دیدین این شکلیه، همتون دیدین این نمودار x به توان 2. بچه ها x به توان 2 عدد منفی هم بهش میدید، چون به توان 2 میرسه مثبت میشه، ولی بچه ها اگر به جای توان 2 توانمون مثلا 3 باشه،
اگر به جای توان دو توانمون سه باشه، ایکسمون با توان سه باشه، بازم مثل سهمی میشه بچه ها نمودارش. فقط تو قسمت منفی ها دیگه منفی به توان سه برسه مثبت نمیشه بره بالا، منفی به توان سه برسه منفی میشه میاد پایین. به همین خاطر نمودار درجه سه میگن بچه ها نمودارش لوره. یعنی چی نمودارش لوره؟ یعنی شبیه کلمه لور انگار خونده میشه. حالا که فهمیدی کلا همه توان فردا این شکلی هن، x3, x5, x7، حالا نکته طلایی، x به توان 3 نمودار شبیه لور در میاد. پس اگر اینو نسبت به نیمساز قرینه کنیم، وارونشو بکشیم، x به فرجه 3 میشه. بچه ها نسبت به نیمساز قرینش میکنم، این نیمساز نمودار مشکیه رو نسبت به این نیمساز قرینه کنیم، قسمت بالا قرینش میشه این شکلی، قسمت پایین قرینش میشه این شکلی. بچه ها این نمودار صورتی رنج x به فرجه 3 میشه. شما امروز خیلی خوشگل فهمیدید نمودار رادیکالی اصلا از کجا به وجود اومده. x2 رو وارون کنیم میشه x به فرجه 2، x3 رو وارون کنیم میشه x به فرجه 3. کسی ازت پرسید x به توان 3 چه شکلیه، میگی شبیه لور. اگر بهت گفتن رادیکال به فرجه 3 چه شکلیه، میگی شبیه حرف اس انگلیسیه. نگاه کن اینها، میگی شبیه حرف اس انگلیسیه. اگرم گفتن از کجا به وجود اومده، میگی نمودار لو رو وارونش کردیم. خب اول یه اوکی بهم بدین، فهمیدین نمودار رادیکال به فرجه اس چرا میشه شبیه اس انگلیسی؟ اینو بهم بگو اول. بله درسته. خب حالا بریم ببینیم چه چیزای قشنگی میخوام براتون بگم. کامل حواسا پیش من بچه ها، اینجا رو ببینید. حالا بریم شروع کنیم رسم سری. حالا که فهمیدیم رادیکال به فرجه 2 چه شکلیه، رادیکال به فرجه 3 چه شکلیه، میخوام روش رسم سری رادیکالیا رو با هم دوره کنیم. بچه ها هر موقع خواستید نمودار توابع رادیکالی بکشید، نمودار توابع رادیکالی بکشید، زیر رادیکال هر چی بود مهم نیست، اولین کاری که میکنید اینه که من بهتون میگم آقا چی؟ اینجا رو ببینید. میشه لحظه اینجا رو نگاه کنی؟ یه لحظه این بالا رو ببین. اینجا رو نگاه کن. اینی که بهت میگم و خیلی قدر بدونا. اینجا رو ببینید. بچه ها همیشه خدا میخواید ببینید یه نمودار کجا شروع میشه، کجا تموم میشه، بیایید یه عدد از اینجا و یه عدد از اینجا رو داخل تابع امتحان کنید. آقا منظورتون چیه؟ بچه ها عدد از اینجا منظور یه عددی اون سمت راست محور، مثلا 10 20 30، یه عدد اون ته. این برم مثلا منهای 10 منهای 20. مثلا بچه ها یه نفر برگرده به شما بگه نمودار این تابع چه شکلیه، شما حتی اگر نمودارش هم دقیق بلد نباشید یه چیزی رو میدونید. بچه ها به من بگین داخل این تابع یه عدد مثل 10 قرار بدم، جوابش مثبت میشه یا منفی؟ به من میگه داخل این تابع عددی مثل 10 بذارم، جوابش مثبت میشه یا منفی؟ مثبت. پس بچه ها اگر من 10 بذارم، اگر 10 بذارم جوابم مثبت میشه. مثبت یعنی این بالا. خب به من بگید اگر به جای x منفی 10 بذارم چی میشه بچه ها؟ منفی 10 بذاریم چی میشه؟ خب پس اگر منفی 10 بذاریم میشه منفی. یعنی بچه ها نمودار ما هر شکلی هم داشته باشه، اینجا و اینجا شروع و پایان نمودارشه. حالا یه سوال دارم ازت، اگر تابتون این شکلی بود، این شکلی، بچه ها به من بگین داخل این تابه، داخل این تابه عدد 10 قرار بدم مثبت میشه یا منفی؟ مثبت یا منفی؟ مثبت. پس عدد 10 بذاریم مثبت میشه. خب بگید بچه ها عدد منفی 10 بذاریم چی؟ توان 4 داره. منفی 10 بذاریم چی؟ بازم مثبت میشه. آفرین. یعنی بچه ها این نمودار برخلاف نمودار قبلی هم شروع هم پایانش جفتش بالا قرار داره، مثل سهمی مثلا. حالا که شروع و پایان رو فهمیدی منو نگاه کن. بیا اینجا بچه ها هر وقت خواستید نمودار رادیکال بکشید، ببین چقدر قشنگ برات رسم کنم. نمودار رادیکال خواستی رسم کنی، اول میره ریشه زیر رادیکال پیدا میکنی، انتقال پنتقال های سخت رو دیگه ولش کن. بچه ها من میخوام نمودار اینو رسمش کنم، همه حواسا پیش من. اول میرم ریشه زیر رادیکال رو پیدا میکنم، یعنی نگاه میکنم زیر رادیکال چه عددی صفرش میکنه. بچه ها چه عددی عبارت زیر رادیکال صفر میکنه؟ خب معلومه عدد 3. عدد 3 رو روی محور پیدا میکنم. خب بریم شروع و پایان نمودارمون ببینیم کجاست. بچه ها کمک بدین به من.
یه عدد اینجا انتخاب میکنیم مثلا 10. بچه ها به من بگید زیر رادیکال عدد 10 قرار بدم اصلا میشه یا نمیشه؟ میشه زیر رادیکال عدد 10 بذارم یا نه؟ منفی میشه، اصلا نمیتونی زیر رادیکال 10 بذاری. پس بچه ها چون نمیتونیم زیر رادیکال 10 بذاریم، اصلا نمودارمون اونوری نمیره. ولش کن، نمودار ما اینوری نمیره اصلا. بیاییم اینور بچه ها، یه عدد اینجا انتخاب کنیم. به من بگید بچه ها یه عدد اینجا مثلا منفی 10، من اگر منفی 10 رو اینجا قرار بدم زیر رادیکال، در اون منفی پشتی ضرب میشه، حاصلش مثبت میشه یا منفی؟ مثبت میشه. بچه ها میشه اینجا مثبت میشه. تموم شد رفت. الان شما فقط کافیه این دوتا رو به هم دیگه وصلشون کنید. بچه ها من این دوتا رو به هم دیگه وصل کردم. ببین اصلا از این راحت تر نمودار رادیکال میشه رسم کنی. تموم شد دیگه. آقای عزیزی فقط به من بگید این دو رو چیکار کنیم اینجا؟ میدونی که بیرون رادیکال هر عددی باشه به سمت بالا و پایین میره. چون مثبت 2 داریم نمودار 2 تا میره بالا. بچه ها نمودارتون رو 2 تا ببرید بالا. بفرمایید. نمودارم رو 2 تا بردم بالا. آقای عزیزی میشه یکی دیگه عمل کنید بهتر بفهمیم؟ چرا نمیشه؟ یکی دیگه میگم بهتر بفهمیم. میخوام نمودار اینو برات رسم کنم. شیشتونگ حواس میشم. اینو میخوام رسم کنم. حواس اینجا. به من بگید بچه ها ریشه زیر رادیکال چند اول برام بنویس. چه عددی زیر رادیکال رو صفر میکنه؟ ریشه زیر رادیکال. عدد 4. بله مرسی. خب ایکس همون شد 4. بچه ها عدد 4 رو پیدا میکنیم. این شد عدد 4. حالا لطفا سوال من رو جواب بدید. بچه ها به من بگید داخل این رادیکال، بچه ها وقتی میگیم رادیکال اون علامت منفی پشتش هم واسه رادیکاله دیگه، به من بگید داخل این رادیکال و اون علامت منفی پشتش کلن جواب بده. اگر یه عدد مثل 10 قرار بدیم، یه عدد مثل 10 قرار بدیم، مثبت میشه یا منفی؟ یه منفی هم بیرونش داره بچه ها، یه منفی هم بیرونش داره. زیر رادیکال 10 بذاریم میشه منفی؟ آقای عزیزی زیر رادیکال منفی بشه اشکال نداره؟ نه عزیزم، چون فرجه فرده، فرجه فرد منفی بشه اشکالی نداره. بچه ها زیر رادیکال 10 بذاری 4 منهای 10 منفی میشه، یه منفی هم بیرونش قرار داره میشه مثبت. پس بچه ها 10 بذاریم میشه مثبت. اول بهم بگو تا اینجا فهمیدی مثبت میشه؟ تا اینجا فهمیدی مثبت میشه؟ خب اینا رو به هم وصل میکنیم. اینا رو به هم وصل کردیم. یه سوال پرسم قبل این کل کنم. به من بگو وقتی فرجمون 3 بود نمودارمون شبیه چی میشد؟ فرجمون 3 بود نمودارمون شبیه چی میشد؟ بگو ببینم. اس انگلیسی. آفرین. آفرین. توان 3 میشه لور، فرجه 3 میشه اس انگلیسی. الان نمودارمون اس انگلیسی میشه. ببین چرا؟ بچه ها میشه یه عدد اینجا بگید؟ مثلا منفی 10. بچه ها به من بگید داخل قسمت زرد رنگ اگر منفی 10 بذارم، داخل قسمت زرد رنگ منفی 10 بذارم. بچه ها منفی 10 بذارید داخل قسمت زرد رنگ، زیر رادیکال منفی 10 در منفی زرد میشه میشه مثبت. رادیکال مثبت میشه، ولی چون یه منفی پشت رادیکال داریم قبول داری کلن منفی در میاد؟ بله. اوکیه. خب بچه ها منفی در میاد، پس باید نمودارمون پایانش بیاد این نقطه پایینیه. بچه از نقطه 4 وصلش میکنی به پایانش که اینجاست. ببینید شبیه حرف اس انگلیسی در اومد. همیشه اونایی که فرجشون فرده شبیه حرف اس انگلیسی میشن بچه. حالا بیرون یه دونه یک داریم. بچه این یه دونه یک نمودار رو یه دونه میبره بالا. نمودار رو یه دونه بردیم بالا. بفرمایید. دیدی چقدر راحت بود؟ بریم یکی دیگه رسم کنیم. اینجا رو نگاه کن. میخوام نمودار اینو برات بکشم. حواس میشم. حواس میشم. بچه ها اول ریشه های زیر رادیکال رو بگید. به من بگید چه عددهای زیر رادیکال رو صفر میکنن؟ چه عددهای زیر رادیکال رو صفر میکنن؟ فقط 2 بچه ها. فقط 2. آفرین. 2 و منفی 2. عدد 2 و عدد منفی 2 رو زیر رادیکال بذاری زیر رادیکال رو صفر میکنن. خب این 2 اینم منفی 2. خب آقا این که دو تا ریشه داره اشکال نداره، دونه دونه بریم سراغش. اول بریم سراغ عدد 2.
به منهای دو اصلا کاری نداشته باشید. منهای دو رو ولش کن. اینا. فعلا بریم سراغ عدد دو. بچه‌ها کمک بدید. یه عدد این بر به من بگید ببینم. اون ته مثلا ده. به من بگین عدد ده رو قرار بدم زیر رادیکال مثبت میشه، منفی میشه یا اصلا نمیتونم قرار بدم؟ مثبت میشه، منفی میشه یا نمیتونم اصلا قرار بدم؟ نمیتونیم، چون اگر ده قرار بدین زیر رادیکال، ده به توان دو میشه 100، 4 رو منهای 100 کنی زیر رادیکال منفی میشه. فرجه فرد میتونه زیرش منفی بشه، فرجه زوج که نباید زیرش منفی بشه. پس بچه‌ها قبول داری اصلا ما اینور نموداری نداریم؟ قبول داری اینور اصلا هیچی نداریم؟ اونوری حق نداریم بریم. خب حالا یه سوال ازت دارم. پس قبول داری نمودارمون اینوری میاد؟ قبول داری نمودارمون اینوری میاد؟ اونوری حق نداره بره. موافقین؟ موافقین با حرفم؟ بله. دمتون گرم. مرسی. خب این از این. حالا میام سراغ منهای دو. بچه ها لطف کنید اینور منهای دو یه عدد به من بگید. منفی ده. آیا من اجازه دارم به جای این ایکس منفی ده بذارم یا نمیشه؟ نمیشه. آفرین. چون بچه ها منفی ده هم بذارید، منفی ده به توان دو میشه 100، 4 منهای 100 بشه منفی در میاد، زیر رادیکال منفی میشه. بچه ها پس قبول دارید این ورم نمیتونیم بریم؟ بله آقای عزیزی. پس اینجا این وری میشه. دیدید نمودارش چه شکلی شد؟ شبیه یه نصف دایره در اومد، شبیه سهمی طور در اومد. هر طرف که نتونستی بری نمودار تو اونوری میفرستی بره، انگار این بعد بنبست اونوری باید حرکت بکنه. آباری کلا. اینجا رو ببینیم. میخوام نمودار اینو براتون رسم کنم. اول بچه ریشه زیر رادیکال رو پیدا میکنیم. بچه ریشه زیر رادیکال رو چطوری پیدا کنیم؟ عبارت زیر رادیکال میشه ایکس منهای یک در ایکس منهای دو. یه ریشش یکه، یه ریشش دوه. اینجا یک، اینجا دو. اول میریم سراغ عدد دو. بچه ها کمک بریم ببه. اول سراغ عدد دو. این ور دو یه عدد به من بگیم بچه ها، مثلا ده. به من بگو عدد ده و زیر رادیکال بذارم مثبت میشه، منفی میشه، اصلا نمیشه، چی؟ بهم بگو عدد ده و بذاریم زیر رادیکال مثبت میشه، منفی میشه، چی میشه؟ بوده ببینم. بوده بوده منتظرم. بقیه هم بگن رو سایلنس نرو. بوده ببینم. آفرین، مثبت. بچه ها مثبت یعنی بالا. پس قبول داری باید عدد دو رو بریم به اون بالا وصل کنیم؟ اول بهم اوکی بده، اینو میفهمی؟ مرسی. خب سوال دارم ازت. به من بگو چون فرجمون فرده، نمودار رادیکالش همین میشه یا باید شبیه حرف اس انگلیسی بشه؟ اس انگلیسی. پس قبول داری ادامش هم میشه اینطوری؟ آباری کلا. وقتی فرجمون زوجه همون یه تیکه میشه، فرجمون که فرده میشه اس انگلیسی. حالا بریم سراغ عدد یک. بچه عدد یک لطفا این ور یکی عدد به من بگید. سریع. اون ور یکی عدد بگین. آفرین. صفر، منفی دو، منفی سه، منفی ده، فرقی نمی کنه. آباری کلا. بچه ها به من بگین من اینجا زیر رادیکال یه عددی مثل منفی یک بذارم، منفی دو بذارم. اونو پرتش میکنه کلاس بیرون. میدونم کلا. خب خدمت شما بگم که اگر قرار بدی مثبت میشه. بچه ها قبول دارید مثبت میشه؟ قبول دارید منفی یک، منفی دو، منفی سه بذاریم حاصلش مثبت میشه؟ بله. آباری کلا. خب بچه ها پس اینم اینوری بس میشه. بفرمایید. حالا سوال دارم، چون فرجمون فرده همینطوری میمونه یا باید شبیه حرف اس ادامه داشته باشه؟ همینطوری میمونه یا باید شبیه حرف اس ادامه داشته باشه؟
آه باید شبیه حرف اس ادامه داشته باشه. ادامهش هم پس میکشم رو به پایین. حله؟ اوکیه؟ بچه ها حرف اس میتونه از این ور باشه میتونه از این ور. فرق نمیکنه. آباریکلا. بچه ها این سوالو اگر کسی بخواد معمولی حل بکنه 10 دقیقه وقتشو میگیره تا اینا رسم کنه. ببینید چقدر راحت ما دیگه میتونیم نمودارا رو رسم کنیم. حالا از این خفن تر میدونی کجاست که بچه ها خیلی اذیت میشن؟ تو قدر مطلقیا. آقا قدر مطلقیا چطورن؟ بفرمایید. اینم قدر مطلقیا. بچه ها نمودار قدر مطلقی سر جلسه کنکور و تو تمام سوالا ادامه بدید، فرق نمیکنه، ادامه بدید بره جلو. بچه ها نمودار قدر مطلقی ها توی کنکور دو مدلن. مدل اول قدر مطلقی ها یعنی که خطی هن، یعنی درجه یکن. اول مدل خطی یعنی درجه یک. مدل بعدی مدل این که درجه، بچه ها نیا کنین اینا رو، همه اینا درجه یکن. نگاه کن ببین درجه اینا یکه، درجه همه اینا یکه، میبینین همه شون درجه یکن. ولی بچه ها بعضی از قدر مطلقی ها هستن درجه شون یک نیست، مثل این. اینجا رو ببین، الان درسته این درجهش یکه، اینم درجهش یکه، ولی چون تو هم ضرب شدن مثلا میشن درجه دو. پس بچه ها قدر مطلقی ها سر کنکور یا درجه یک هستن یا درجه یک نیستن. بریم ببینیم چطوری رسم میشن. میخوام یه روش بهت یاد بدم دیگه، نخواهی مثل مدرسه از این راه بری. نگاه کن اینجا رو، حواست پیش من. بچه ها یارتون تو مدرسه میخواستیم اینا رو رسم کنیم چیکار میکردیم؟ میومدیم ریشه اینو پیدا میکردیم، ریشه اینم پیدا میکردیم، بعد تو مدرسه از این کارا میکردیم. نگاه کن یارتونه؟ یارتونه میومدیم تاور چند ضابطه ای میکردیم برای اینکه قدر مطلقی ها رو بتونیم رسمش کنیم؟ خیلی هم سخت و اذیت میکرد، ولی ما اصلا دیگه این کارا رو انجام نمیدیم. کلا اینا رو بریز دور برای کنکور، کلا دیگه انجام نمیدیم. آقا پس چی کار کنیم؟ دقت کن، حواست پیش من، حواست اینجا. بچه ها هر موقع خواستید نمودار قدر مطلق بکشید، نمودار قدر مطلق، اول نگاه کن درجه یک هست یا نیست. اگر دیدی درجه یکه، سه سوت نمودارشو میکشیم. آقا چطوری؟ رسم سریع داشته باش. اول میری ریشه داخل قدر مطلق و تعیین ایگرگ میکنی. آقای عزیزی یعنی چی؟ بچه ها به من بگین ریشه داخله یعنی عددی که اینو صفر میکنه، همه تون میبینی سه دیگه. به من بگین عدد سه ایگرگش میشه چند؟ یعنی بچه ها من داخل این تابه عدد سه رو به جای ایکس بذارم چی میشه؟ بچه ها لطف کنید بگید داخل این تابه سه بذاریم ایگرگمون چند میشه؟ به جای ایکس سه بذارید؟ بودو منتظرم. ماشاءالله ایگرگت میشه یک. دمت گرم. تموم شد. اینجا رو ببین، شاید باور نکنی ولی تموم. بچه ها نقطه سه و یک اینجاست. بکشم نمودار رو برات کیف کنی. بفرمایید بچه ها بازی همیشگی، یه عدد از این ته بگو بودو بینم، یه عدد از اون ته بگو بینیم سریع. پنج مثلا، مرسی. به من بگین به جای این ایکس پنج بذارم، به جای پنج، شیش، ده، هرچی. بچه ها به جای ایکس پنج بذارم چی میشه؟ پنج بذارید یه لحظه، پنج بذاریم این میشه. نگاه کن پنج بذاریم این میشه. داخل اینجا شیش منایده میشه منفی چهار، قدر مطلقش میشه چهار، یک و چهار کم کنی منفی میشه. قبول داریم مثلا پنج بذاریم حاصلش منفی میشه؟ اینو قبول دارین؟ آره یا نه؟ آفری، منفی میشه، میشه اینجا. خب یه عدد اینور بگو ببینیم، بودو منتظرم. یه عدد بگو سریع، چه عددی؟ منفی دو مثلا. هفت چیه؟ این ور دارم میگم مثلا منفی دو. کمک بدین سریع ببینم. بچه ها به جای ایکس منفی دو بذارید جواب آخرتون منفی میشه یا مثبت؟ به جای ایکس منفی دو بذارید جواب آخر آخرتون منفی میشه یا مثبت؟ منفی یا مثبت؟ منفی. آفرین، منفی. چرا منفی؟ چون قدر مطلقه میشه مثبت، یه منفی پشتش داره کلا میشه منفی. اینم شد منفی. سوال، آیا قبول داری باید شروع و پایان نمودارت اون دوتا نقطه آبیا باشه؟ قبول داری شروع و پایان باید دوتا نقطه آبیا باشه؟
تموم شد. پس اینو به دوتا نقطه آبی ها وصل میکنیم. تمام. این هم شد نمودارمون. همین. حالا اینجا آسون بود. این یکی رو نگاه کن. این یکی رو نگاه کن. بچه ها ریشه داخل قدر مطلق رو پیدا میکنیم. میشه صفر. بچه ها داخل قدر مطلق ریشمون میشه صفر. به من بگین عدد صفر رو داخل تابع جاگذاری کنم ایگرگش میشه چند؟ منتظرم بدو. عدد صفر رو جاگذاری کنیم داخل کل تابع ایگرگ، ماشاءالله دو. ماشاءالله. نمودار نگاه کن بچه ها، نقطه صفر و دو اینجاست، این نقطه صفر و دوه. حالا کمک بده ببینم، یه عدد این ور بگو، بدو بدو. 3 4 5 به من بگید عددی مثل 3، عددی مثل 4، عددی مثل 5 اگر اینجا قرار بگیره جوابش مثبت میشه یا منفی؟ مثبت. ماشاءالله. بفرم. حالا تازه میتونی دقیق ترم بکشی. آقا چطوری؟ اینطوری. مثلا عددی مثل 3 رو بذاری، عددی مثل 3 رو بذاری داخل تابه. بچه ها 3 رو بذاری داخل تابه جوابش به دست میاد 8. بیا مثلا اینجا 8. یعنی بچه ها میتونن دقیقا بکشن حتی. خب بریم اینجا، یه عدد این بر بگو ببینم، منتظرتم. بدو یه عدد بگو. بدو بدو بدو. آفرین. مثلا منفی 2، مثلا منفی 1، مثلا منفی 3. خب بچه ها مثلا منفی 2، به من بگین منفی 2 رو داخل تابع بذاریم. بچه ها داخل این تابع منفی 2 بذاریم. اگر منفی 2 بذاریم اولی میشه منفی 6، بعدی منفیش میشه منفی 6. بچه ها منفی 2 بذاریم میشه منفی 6، منفی در میاد میشه این پایین. بچه ها تمام. دیدی چه قشنگ نمودارشو برات کشیدم؟ یاد گرفتی؟ باورت میشد انقدر سریع بتونی نمودار قدر مطلق بکشی؟ یعنی در بدترین حالت تو 20 ثانیه 30 ثانیه نمودار کشیدی. حالا اینا باز میگیم همه بلدن آسونه. بریم سراغ اونا که چند تا قدر مطلق با هم دارن. اینو نگاه کن. اینو نگاه کن. این بچه اینا واقعا پوست آدم کنده میشه رسمش کنه. ولی ببین ما چه قشنگ بلدیم. اینجا رو ببین. بچه این دو تا قدر مطلق داره. اصلا 1000 تا داشته باشه. ریشه این 2ه. ریشه داخل این یکی 0ه. بفرمایید. خب بچه سوال، به من بگین داخل این تابه عدد صفر رو قرار بدیم به جای کلش ایگرک چقدر میشه؟ به جای کل ایکس ها صفر بذار، ایگرک چند به دست میاد؟ ایگرکش میشه 1. قدر مطلق داره دورش بچه، دورش قدر مطلق داره، ایگرکش میشه 1. پس نقطه صفر و 1 میشه اینجا. بچه به جای کل ایکس ها 2 بذارید. به جای کل ایکس ها 2 بذارید. به جای کل ایکس ها 2 بذارید. یه لحظه این برو بدین. اینجا رو نگاه کن. بچه ها اگر به جای کل ایکس ها 2 بذاریم، تو اولی 2 بذاریم میشه 0. اینجا 2 بذاریم 2 دوتا میشه 4، منهای 1 میشه 3. ماشاءالله. بریم این و ایگرک شد 3. بچه ها نقطه 2 و 3 هم اینجاست. بفرمایید. خب تمومه. تمومه. بازی همیشگی رو میریم. یه عدد این ور بهم بگو ببینیم. یه عدد بگو ببینم این ور. 3 4 5 هر چی مثلا. مثلا 3. بچه ها اگر داخل تابه 3 قرار بدید، داخل کل این تابه 3 بذارید، جوابش میشه 6. بچه ها قبل داری 3 بذارید میشه 6. حالا یه عدد اون ور بهم بگو. بودو ببینم. یه عدد اون ور بهم بگو سری. چه عددی؟ مرسی مرسی. مثلا منفی 2، مثلا منفی 3، مثلا منفی 8. بچه اگر منفی 2 بذارید داخل تابه، داخل کل تابه منفی 2 بذارید، جواب میشه 7. بچه این 6 بود، جواب میشه 7. اینم 7. خب بچه نقطه ها رو من وصل میکنیم. بفرمایید. 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 باورت میشه اصلا شکل این اینطوری در بیاد؟ اصلا تو 1% بگو فکر میکردی این قدر مطلق این شکلی بشه.
بهم اوکی بده یاد گرفتی؟ اوکی بده بهم که فهمیدی من خیالم راحت شه؟ به به دمتون گرم. مرسی. مرسی. من میبینم آمان همه نوشته‌های همتون رو میبینم. بله، مرضیه خانوم، مائده خانوم، حدیث، زهرا، احمد رضا، مریم خانوم، مائده، مجتبا. خب بچه ها این یکی رو ببینیم. این یکی ریشه این میشه دو، ریشه این میشه سه. میریم اینجا، این دو. آماده باش بعد از این تست کنکور سراسری 98 رو می‌نویسم پای تخت، وقت میدم میخوام خودت حل کنی. خب بچه ها عدد دو رو اگر داخل تابه بذاریم، داخل کل تابه عدد دو بذاریم. اگر داخل کل تابه عدد دو قرار بدیم ببینیم ایگرگش چند میشه. بچه ها دو قرار بدیم جوابش میشه صفر. این دو صفر. حالا بریم سراغ عدد سه. بریم سراغ عدد سه. خب بچه اگر عدد سه رو داخل تابه قرار بدیم، تو اولی سه بذاریم میشه یک، اون برم دو، کلن میشه سه. بفرمایید. اینم سه. حالا بچه ها بازی همیشگی، حالا بازی همیشگی، کمک کن ببینم. یه عدد این بر بگوه، یه عدد این بر بگو، مثلا چهار. مرسی. بچه اگر چهار رو داخل تابه قرار بدیم، تو اولی بذاریم میشه دو، میشه یک، کلن میشه چهار. بچه چهار قرار بدیم میشه چهار. حالا بریم این ور، مثلا منفی چهار بذاریم. بچه اگر منفی چهار رو بذاریم داخل تابه، اولی میشه شیش، میشه منفی یک، کلن میشه منفی شیش. اینم از این. خب بچه ها نقطه ها رو به هم وصل میکنیم، نقطه ها رو به هم وصل میکنیم. بفرمایید. این میشه اینطوری، این میشه اینطوری، اینم میشه اینطوری. یاد گرفتیم؟ یاد گرفتی نمودارشو؟ بله. آباریکلا کلن دیگه تعیین علامت کردن و چند ضابطه ای کردن اینا تعطیل شد دیگه. دیگه نمیخواد سر کنکور دو ساعت وقت خودتو تلف کنی. کاغذ دم دستت آماده باشه. سوال کنکور 98 رو میگم، الان لطفا برام حل کنید. بفرمایید. سوال کنکور 98. اینه سوالش. اجازه بده. بچه ها بفرمایید. من یه چیزی بگم بچه ها، گفته این تابه در چه بازه ثابته. ثابت یعنی اینجوری صاف بشه دیگه. نمودارشو بچشید بگید کدوم قسمتش ثابته. برو ببینم، شروع کنید حل کردن. من گزینه هاشم براتون می‌نویسم. اصلا تو نوشتن عجله نکن. سر صبر قشنگ با همون روش که بهت یاد دادم سوال کنکور 98 هم بوده. برو ببینیم چی میشه. عجله نکن فقط.
صدا رو بریم. خب یه چند تا بچه ها جواب دادن، بریم کم کم منم حلمو شروع کنم ببینیم بچه ها احمد رضا، یاسین، مرضیه خانم، فاطمه خانم اینا جواب دادن، بریم ببینیم کدوم درست کدوم. اکثرا اونا رو درست گفتی، اکثرا 90% جوابی که دارم میبینم درسته الان. بله گزینه دو میشه و جواب درسته. بریم ببینیم، بریم ببینیم بچه ها ریشه این یکه، ریشه این سه. خب یه ریشمون یک، یه ریشمون سه. بچه ها عدد سه رو اگر داخل تابه بذاریم، داخل تابه اگر عدد سه رو بذاریم جوابش میشه چهار. این از اگر عدد یک رو داخل تابه بذاریم اینم میشه چهار. درسته؟ خب همینجا سوال حل شد. آقا چرا حل شد اینا؟ الان شما این دوتا رو به هم وصل کنید میشه تابع ثابت، میشه بازه یک تا سه. تمامه دیگه. حالا ما میخوایم ادامهش هم رسم کنیم. یه عدد این انتخاب میکنیم مثلا چهار. بچه ها عدد چهار رو میذاریم داخل تابع. اگر داخل این تابع عدد چهار بذارید میشه شیش. بفرمایید. بریم این بر یه عدد انتخاب کنیم، مثلا عدد منفی دو. اگر عدد منفی دو رو داخل تابه بذاریم اولی میشه سه، بعدی پنج میشه هشت، میشه ده. اینم ده، اینم شد نمودارش. آباری کلا، دمت گرم، دمت گرم خانم زاره که میگه من بدون کاغذم سریع تونستم نمودار رو بکشم. دمت گرم، دیدید چه قشنگ بود؟ آفرین بهت. بچه ها کامل یاد گرفتین؟ نمودارهای قدر مطلقی خطی یعنی درجه یک و کامل کامل مسلط شدی؟ حله؟ میتونست بستن باشه خانم کرمی. آره طراح سوال داره اینطوری، اشکالی نداره، میتونست بستن بده. خب یه مدل مونده تو قدر مطلقی ها که قدر مطلق بدن ولی درجه یک نباشه. اینجا رو ببینید، اینها، اینها. بچه ها اومدیم و به ما سوال دادن قدر مطلق هم داشت حالا یا نداشت ولی تابع درجه یک نبود. یعنی چه درجه یک نبود؟ یعنی طراح رفته بود همینطوری واسه خودش، اینه رفته بود واسه خودش هر چیزی رو گیر آورده بود تو هم ضرب کرده بود. بچه ها هر موقع طراح یه عالمه چیزو برداره تو هم ضرب کنه، چه دوتا چیزو ضرب کنه، چه سه تا رو ضرب کنه، چهار تا رو ضرب کنه، دیگه از حالت درجه یک خارج میشه. بچه ها برای رسم تابعی که از ضرب چند تا چیز به وجود اومده، حالا میتونه ضرب یه خط باشه در یه سهمی، ضرب یه سهمی باشه در یه لور، میتونه ضرب یه قدر مطلق باشه در یه ضرب هر چیزی، میخوام یه روش بهت یاد بدم هر چیزی رو نمودارشو بتونی بکشی تو هم ضرب شن. خب قبل اینکه اول براتون مثالشو حل کنم اینو یاد بگیرید، یعنی این نکته منو طلا بگیر، حتی اگر دیگه اصلا منو ندیدی یا نه، اگرم که خب بودی سر کلاس ما در ادامه که هستی، اگر ندیدی تا آخر سال میگه خدا پدرش عمرزه چقدر تو کشیدن نمودار راحت شدیم. نگاه کن اینجا رو بچه‌ها، یادتون باشه هر چیزی که درجه یکه فقط محور رو قطع میکنه. آقا کجا قطع میکنه؟ تو ریشش. مثلا بچه‌ها ایکس منهای 7 درجهش یکه، چون ریشش برابر هفته، یعنی تو نقطه 7 محور رو فقط قطع میکنه. اما اگر یه چیزی درجهش 2 باشه به این میگیم درجه 2، سهمی میشه. آقا کجا سهمی میشه؟ تو ریشش. اگر یه چیزی درجهش 3 باشه نمودارش لور در میاد، یعنی اگر این توانش باشه 3 تو اون ریشش که عدد 7 دیگه سهمی نمیشه، شبیه لور میشه نمودارش. و در نهایت اگر یه چیزی قدر مطلقی باشه ریشه این تو هر عددی باشه تو اونجا نمودارمون دچار شکستگی میشه، انگار یه خطکش داشتیم، انگار یه چوب داشتیم چوب رو شکوندیمش، اینطوری میشه یا اینطوری میشه فرقی نمیکنه. یه چیزم بهتون بگم، آقا چه چیزی سهمی میتونه اینوری باشه، اینطوری میتونه سهمی اینوری باشه،
نمودار لور میتونه اینوری باشه، میتونه اینوری باشه. شکستگی میتونه اینوری باشه، میتونه اینوری باشه. هر دوتاش درسته. آقا از کجا بفهمیم تو کنکور کدوما رو بکشیم؟ شروع و پایان نمودار به تو کمک میکنه. مثال ببینیم با هم. بچه اول بگیریم بالایی ها رو یاد گرفتین؟ بالایی ها رو فهمیدین؟ بله. بالایی ها اوکیه. میخوام تو مثال ها برات اینا رو توضیح بدم. فقط یادت باشه اینکه نمودار لور اینوری میشه یا اینوری، اینکه سهمیمونو اینوری بکشیم یا اینوری بکشیم، اینکه شکستگیمون شبیه 7 باشه یا شبیه 8 باشه، به شروع و پایان نمودار بستگی داره. ببین یعنی چی؟ بچه سوال، هر ما خواستید روش سری برید. آقا روش سری برای چیا؟ برای هر آن چیزی که در هم ضرب شد. هر موقع داری چند تا چیز تو هم ضرب شدن، مهم نیست چی باشن، تا دیدی ضرب شدن با این روش میریم. آقا چطوری؟ اول میری همه عواملی که تو هم ضرب شدن و ریشه شون رو پیدا میکنی. بچه همون سوال، قسمت الف اینا تو هم ضرب شدن؟ قسمت الف اینا تو هم ضرب شدن بچه ها؟ بله؟ نه نشدن. خب نشن، بیا الان ضرب شدن. ضرب شدن. خب ریشه هاشون رو پیدا میکنیم. ریشه این میشه 1، ریشه این میشه 2. باورت نمیشه انقدر اینا قشنگ رسم میشن. این یه ریشمون، اینا، اینم یه ریشمون. لطفا سوال منو جواب بدین. بچه ها به من بگین اینور یه عدد بگید ببینم. بودو 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 یه عدد بگو، بگو آفرینت. 3 4 5 10 هرچی. به هم بگین اون عدد رو اینجا قرار بدم مثبت میشه یا منفی؟ مثبت، ماشاءالله. یه عدد اینور میگیم مثلا منفی 1. بچه ها منفی 1 هم داخل اون ابر جا گذاری کنیم بازم مثبت میشه، ماشاءالله. تمومه. بچه ها سوال دارم ازتون، شیشتون یه عباسو بیشن، چطوری حلش میکنیم؟ بچه ها به من بگین عدد 2، قشنگ گوش کن، عدد 2، یه چیزی بگم، این توابع درجه 1 یعنی خطی ان یا خیر؟ درجه 1 یعنی خطی ان یا خیر؟ خیر. آفرین. اگه خطی بودن که ما کاری نداشت برامون، اینجوری وصل می‌کردیم می‌رفتیم، کاری نداشت. خطی نیستن. آقا پس چیکار کنیم؟ این کاری که من میگم. بچه‌ها می‌خوام این دوتا رو به هم وصل کنم. می‌خوام این دوتا رو به هم وصل کنم. به من بگید عدد 2 که ریشه اینه، ریشه اینه، قبول داری چون توانش 1 فقط باید بیاد تلاقی پیدا کنه با محور رد بشه، اینا قبول دارید؟ بله. خیر، 5 هم بذاری مثبت میشه. اشتباه کردیم مهندس خان. خب بچه ها بفرمایید، فقط میاد اینجوری رد میشه، هیچ کار دیگه ای نمیکنه. بریم سراغ عدد 1. بچه ها عدد 1 که ریشه اینه، قبول داری چون توان اینم 1 فقط باید نمودارمون محور رو برخورد کنه رد بشه؟ پس نمودارمون در ادامه، نمودارمون در ادامه میاد از نقطه 1 برخورد میکنه رد میشه میره بالا. تموم شده رفت. الان هم تو نقطه 1 رد شده هم تو نقطه 2. در واقع انگار اینم از این در اومدیم کشیدیم، تمام. آخر سر این دوتا رو به هم وصل میکنیم، فقط همین کار خاصی نمیکن، چون نمودارمون باید به هم وصل شن، نباید جدا باشن. آقا یکی دیگه میگید بهتر یاد بگیریم؟ بله یکی دیگه هم میگیم. یه چیزم یادتون باشه بچه ها، همیشه تو سهمی این عدد وسطیه دقیقا وسطه، یعنی وسط 1 با 2 میشه 3/2. اینجا رو ببین، اینجا رو نگاه کن. میخوام نمودار اینو بکشم، از یه x فاکتور میگیرم میشه x دومن های 4، x دومن های 4 رو مزدوج میزنم. از یه دونه x فاکتور گرفتم موند x دومن های 4، x دومن های 4 رو مزدوج زدم. خب بچه ها سوال، ریشه این 0، ریشه این 2، ریشه این منفی 2، 0 2 منفی 2. بچه ها سوال، یه عدد اینجا انتخاب میکنیم مثلا 3. بچه ها عدد 3 رو بذاریم اینجا مثبت میشه. یه عدد اینجا انتخاب میکنیم مثلا منفی 3. عدد منفی 3 رو بذاریم اینجا حاصلش منفی میشه. بفرمایید. حالا شروع میکنیم.
حالا شروع میکنیم. بچه ها به من بگین عدد دو که ریشه اینه چون توان یک داره باید رد بشه، سهمی بشه، بشکنه، چی باید بشه؟ باید رد بشه. بفرمایید رد شد. رد شد. بچه ها عدد صفر که ریشه اینه چون توانش یکه باید رد بشه، بشکنه، چی بشه؟ چیکار باید بکنه؟ رد بشه. پس بچه ها از اینجا هم رد میشه اینا. اینجوری میاد، از اینجا هم رد میشه. بچه ها عدد منهای دو که ریشه اینجاه چون توانش یکه باید بشکنه، رد بشه، چی بشه؟ رد بشه. خب بچه ها فرمون رو کج میکنم، رد میشه، میره پایین. تمام. میتونستی اینطوری هم نکشی، از آخر بکشی، بگه از اینجا میام رد میشه. شما همیشه فقط باید نموداراتون من بچسبه. همین، ببین چقدر جذاب برات کشیدم نمودارو. آقا یه دونه خفن‌تر بگید. بفرمایید. این خیلی خوبه سوالش. بچه ها از یه دونه x دو فاکتور میگیرم، میمونه یک منهای x. ریشه این میشه صفر، ریشه این میشه یک. نمودار نگاه کن. به این باورت میشه انقدر قشنگ بشه؟ این صفر، این هم یک. بچه ها یه عدد اینجا انتخاب میکنم مثل سه. به من بگین عدد سه رو داخل تابه بذاری مثبت میشه یا منفی؟ بودو بینم. منفی، مرسی. به من بگین عدد منهای سه، منهای سه رو به جای ایکس بذاریم حاصلمون منفی میشه یا مثبت؟ منهای سه بذاریم به جای ایکس منفی میشه. ماشاءالله مثبت. خب بچه ها شروع میکنیم، از این عدد شروع میکنیم. میخوام این دوتا رو به هم وصل کنم. چطوری به هم وصل کنم؟ بچه ها عدد یک ریشه اینه چون توان یک داره، به من بگو رد میشه، سهمی میشه، چی میشه؟ رد میشه. ماشاءالله. پس قبول دارین این دوتا رو اینطوری به هم وصل میکنیم رد میشه میره؟ تا اینجا قبول دارین؟ بله. اوکیه. خب بچه ها اینجا رو ببینید. آخ آخ آخ، اینجا رو ببین، کیف کن. بچه ها عدد صفر ریشه اینه، به من بگین این که توان دو داره باید رد بشه، سهمی بشه، بشکنه، چی باید بشه؟ سهمی. به نظرتون سهمیشو رو به بالا بکشم خوبه یا رو به پایین بکشم؟ آفرین، رو به بالا. چرا؟ به دو دلیل. این برو میدین؟ بچه ها دست شما در نکنه. بچه ها به دو دلیل باید سهمیم رو به بالا باشه. دلیل اول برای اینکه به اون نمودار سبزه برسه، دلیل دوم به خاطر اینکه پایان نمودارمون اینه ها، این نقطه است. شما این دوتا نقطه رو اول پس برای چی گذاشتی؟ نمودار از اینجا میاد باید اینجا تموم شه. اگه سهمی تو اینوری مثل نقطشی میکشید، این پایین چه به درد من نمیخوره. پس یه تیر دو نشونه، یه تیر دو نشونه. مرسی. بچه ها یه تیر دو نشون یعنی چی؟ یعنی هم به اون یکی میچسبه هم پایانش درست در میاد. بچه ها اینم شد نمودارش. تمام. آخه چقدر قشنگ شد، چقدر خوشگل شد. دیدی؟ همین، تمام. نمودارشو برات کشیدم. دیگه در بدترین حالت تو 20 ثانیه کشیدی، 30 ثانیه کشیدیش. بریم بغلی رو ببینیم. ببین ببین، تا قبل کلاس باورت میشد اصلا بتونی اینو بکشی؟ در مخیلت نمیگنجید. حالا نگاه کن. این بنده خدا ترا یه حالی به ما داده، خودش به ضرب تبدیلش کرده. ریشه این صفره، ریشه این یکه، ریشه این هم چهاره. نمودارش رو نگاه کن. خب بچه ها این صفر، این یک، این هم چهار. اجازه بدید. صفر، یک، چهار. بچه ها کمک بدید ببینم. یه عدد این سنت خواهی میکنیم مثلا پنج. بچه ها به نظر شما اینجا به جای ایکس ها پنج بذاری مثبت میشه یا منفی؟ پنج بذاری مثبت میشه یا منفی؟ مثبت. ماشاءالله. خب بچه ها مثلا منفی دو بذاریم. بچه ها منفی دو بذاریم، اینجا منفی دو بذاری منفی در میاد، اینجا منفی دو بذاری مثبت در میاد، اینجا منفی دو بذاری منفی در میاد. اولی منفی در میاد، آخری هم منفی در میاد. منفی در منفی دوباره میشه مثبت. منفی در منفی دوباره میشه مثبت. با
پس مثبت میشه. بریم نمودار رو بکشیم. بسم الله. عدد 4 ریشه اینه، چون توان 3 داره بشکنه، رد بشه، سهمی بشه، لور بشه. چی باید بشه؟ لور بشه. ماشاءالله ماشاءالله، باید لور بشه بچه ها. یعنی باید اینطوری بشه، نگاه اینطوری باید لور بشه. خب این هم که میرو به اون واره وست میشه دیگه اینجور لور. بریم سراغ عدد 1. بچه ها عدد 1، عدد 1 ریشه اینه که توان 2 داره، بشکنه، رد بشه، سهمی بشه، لور بشه. چی بشه؟ سهمی. ماشاءالله. به من بگو سهمیش رو به بالا باشه خوبه یا رو به پایین باشه؟ رو به پایین دیگه، باید بچسبه به اون یکی، مگر نباید بچسبن به هم نمودارا؟ رو به پایین بکش که بتونی به اون یکی بچسبونیش. آفرین اینها، بتونی به اون یکی بچسبونیش دیگه. آفرین. خب بریم سراغ عدد 0. بچه ها عدد 0 هیچی نداره، چیکار کنه؟ هیچی نداره عدد 0، چیکار کنه؟ عدبخ رد بشه بره. خب بچه ها میخواد رد بشه بره، این وری درسته یا این وری درسته رد بشه بره؟ اولی یا دومی؟ اولی یا دومی؟ آفرین اولی. چرا اولی؟ به دو دلیل، هم پایانش درست در بیاد، هم بچسبه به اون یکی دیگه. باورت نمیشد انقدر قشنگ رسم بشه. دیدی شاید خوب بود؟ حالا چه جالب بهت بگم، حالا که اینا رو یاد گرفتی میخوای بهت یاد بدم قدر مطلقیاشم رسم کنی؟ اصلا هدف اصلی ما تو قدر مطلقیا بود. آقا چطوری؟ بفرمایید اینجا رو ببین. آچا میخوام اینو رسم کنی. توی مدرسه معلمای محترم وقتی میخوان برای بچه‌ها اینا رو رسم کنن، میان اون دو ضابطه یا این کارا میکنن. ببین چی من برات رسم میکنم. به من بگو این تابع قدر مطلقی درجه 1 به حساب میاد یا ضربی به حساب میاد؟ الان بگین این تابع قدر مطلقی درجه 1 یا ضربی؟ ضربیه دیگه، درجه 1 نیست، چون قدر مطلقمون درجه 1ه، اون پرانتز هم درجه 1ه، ضرب میشن دیگه درجه 1 نمیشن. درجه 1 کاری که بهت یاد دادم چیکار کنی. بریم سراغ ضربی. بچه ها روش ضربی چی بود؟ ریشه ی هر کدومشون رو پیدا میکنی؟ بفرمایید. این 0، اینم 2. کمک بده ببینم. یه عدد این ته میگیم مثلا 3. بچه ها به هم میگین عدد 3 رو اینجا قرار بدیم مثبت میشه یا منفی؟ بدو 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 بدو، ماشاءالله مثبت. بچه ها عدد منفی 1 مثلا، بچه ها به جای ایکس ها منفی 1 بذاریم، تو اون قدر مطلقه منفی 1 بذاریم میشه مثبت، ولی تو اون پرانتزه منفی 1 بذاریم میشه منفی. مثبت. ماشاءالله منفی، ماشاءالله منفی. بریم شروع میکنیم، شروع میکنیم. بچه ها عدد 2 ریشه اینه، هیچی نداره بالا سرش، چی کار کنه؟ رد بشه. دمت گرم. رد بشه. بفرمایید. رد شد. بچه ها تا رد شد دستتو برمیداری دیگه، همین که یه خورده رد شد دستتو دیگه برمیداری، ادامه نده. خب بریم سراغ 0. بچه ها عدد 0 ریشه اینجاست، چون قدر مطلق دورش داره، سهمی میشه، لور میشه، رد میشه، میشکنه، کدوم بود؟ شکسته بشه. ماشاءالله. قبول داری تو ریاضی وقتی یه چیزی میشکنه یا شبیه 7 میشه یا شبیه 8؟ اینو قبول داری یا قبول نداری؟ خب به نظر شما شبیه 7 بشه پایانش درست در میاد و با اون یکی میچسبه یا شبیه 8 بشه؟ آفرین، آفرین بهت، شبیه 8 بشه. آفرین. پس این شد نمودارش. تمام، تمام. دیدی چه قشنگ بود؟ دیدی چه قشنگ نمودارش رو برات کشیدم؟ الان فهمیدی دیگه. دو ساعت دیگه نمیخواد بشینی یه بار مثبت یه بار منفی، دو ضابطه ای اصلا تعیین علامت نیاز نداره. بچه ها و یارتونم باشه همیشه در سهمی ها این عدده وسطه. بچه ها عدده همیشه وسطه تو سهمی. خب اینجا رو ببینیم، اینها، اینم از این، اینم که وسطه. یادت باشه وسط 0 و 2 میشه 1. حالا اگر یه نفر برگشت بهتون گفت این پایین چنده؟ بچه اگر به جا ایکس بذارید 1،
داخل تابع، داخل تابع به جای x بذاری 1 میشه منفی 1. یعنی قشنگ میفهمید اون پایین نمودارم چنده. خب بغلی رو نگاه کنیم. آخ بغلی اینو نگاه، این 3 اینم 5 بفرمایید، این 3 اینم 5. بازی رو شروع میکنیم، یه عدد اینجا میگیم مثلا 6، بچه ها عدد 6 رو اینجا بذاریم مثبت میشه، یه عدد اینجا میذاریم مثلا منفی 1، منفی 1 هم بذاریم مثبت میشه. شروع میکنیم بچه ها، اول میام سراغ عدد 5. به من بگید بچه ها عدد 5 چون دورش قدر مطلق داره باید چی کار کنه؟ بشکنه. به نظرتون شبیه 7 بشکنه نمودارمون شروعش درست در میاد یا شبیه 8 بشکنه؟ ای جانم شبیه 7، آفرین بهت، آفرین بهت، شبیه 7 بفرمایید. اینا اینه شبیه 7. تا اینجا اوکی این؟ بچه حالا میخوای شبیه 7 هم میکشی اینطور یه 7 خانواده بکشی ها، کجا میری؟ مگه نمیخوای وصلش کنی به بعدی؟ چته؟ چه خبرتونه؟ خب اینا این هست. بریم سراغ عدد 3. بچه ها عدد 3 توان زوج داره. به من بگی تو نقطه 3 باید چی بکشم؟ سهمی. ماشاءالله بهت. به من بگو سهمیم رو به پایین باشه خوبه یا باید رو به بالا باشه؟ ای والله باید رو به بالا باشه، چون وقتی سهمیتون رو به بالا باشه یه تیر دو نشونه، هم میتونی به این بچسبونیش هم میتونی پایانش رو درست در بیاری. وای مگه داریم انقدر قشنگ نمودار رسم شه؟ یاد گرفتین؟ ماشاءالله که به اون یکی برخورد کنه. آفرین مائده خانوم، آفرین فاطمه خانوم. بله بله بله، دمتون گرم، دمتون گرم فرهاد، آفرین. خب اینجا رو ببینیم، اینجا رو ببینیم، اینو نگاه کن. خب بچه سواله ببینیم، ریشه این صفره، ریشه این 4، این بند خدا بچه این شکلیه، میشه 5 منهای x در 5 به اضافه x، ریشه این 5، ریشه اینم منفی 5. خب بچه نگاه کن ببینیم، یه ریشمون 0، یه ریشمون 4، یه ریشمون 5، یه ریشمون منفی 5. کمک بره ببینم بچه، یه عدد اینجا انتخاب میکنم مثلا 6. بچه من 6 رو بذارم اینجا، اولی که x2 6 رو بذاری مثبت میشه، تو قدر مطلقی هم 6 بذاری مثبت میشه، ولی تو اون پرانتز وسط بچه 6 بذارید منفی میشه، کلن ضربش منفی در میاد. آفرین بهت، منفی در میاد. حالا ببین منهای 6 بذاریم بچه، منهای 6 بذاریم اولی مثبت میشه، آخری هم قدر مطلق داره مثبت میشه، تو وسطی هم منهای 6 بذاری در منفی پشتش ضرب میشه، اونم مثبت میشه. آفرین بهت، آباریکلا. خب بریم شروع کنیم، بسم الله. بچه عدد 5 به من بگین، عدد 5 که از اینجا به دست اومده رد میشه؟ نه. چرا میگی رد میشه؟ وای دورش قدر مطلق داره، اینها دورشون قدر مطلق داره، چی کار کنه؟ بشکنه. حالا که میخواد بشکنه 7 بشه یا 8 بشه؟ با توجه به شروع نمودار 7 بشه یا 8؟ 7 یا 8؟ آهان مگه نباید برسه به این؟ بفرمایید شبیه 8 باید بشه. مرسی. بریم سراغ عدد 4. بچه ها عدد 4 اینجا به دست اومده، چی کار کنه؟ بشکنه، رد بشه، سهمی بشه، لور بشه، رد بشه. ماشاءالله بچه ها قبول داری این وری باید رد بشه؟ این وری قبول داری باید رد شه که بچسبه به اون یکی؟ آفرین آفرین ماشاءالله. خب بریم سراغ عدد 0. بچه ها عدد 0 از اینجا به دست اومد، چی باید بشه عدد 0؟ سهمی. سهمیشو بالا بکشم یا پایین بکشم؟ آفرین مرضیه مهندسه فرهاد، آفرین فرنوش، آفرین حدیث مائده، به به همه آفرین آفرین. بالا باشه که این بره بچسبه بگیم. بریم سراغ آخریش، آخریش عدد منفی 5. بچه ها منفی 5 اینجا به دست اومده، دورش قدر مطلق داره، مرسی بشکنه. به نظرتون میخواد بشکنه 8 باشه یا 7 باشه؟
هفت باشه. مرسی. هفت باشه. دست درد نکنه. اینا ها. چرا هفت باشه؟ که به این بچسبه، اینجا بره بالا. یاد گرفتین؟ بچه ها قشنگ یاد گرفتین اینا رو؟ الان دیگه بچه ها میشه چطور یه لحظه باز کنیم؟ ساعت چند الان؟ بچه ها دمت گرم. بچه ها یاد گرفتین کامل؟ یاد گرفتین رادیکالی ها، قدر مطلقی های خطی، قدر مطلقی های ضربی، ضرب هر چیزی؟ بله؟ آباریکلا. مرسی بچه ها. دمتون گرم. مرسی، خیلی خوب همراهی کردید، کمک کردید، با هم حل کردیم سوالا رو. عالی، دمتون گرم. بچه‌ها انشالله خدا بخواد هر دانش آموزی که سر کلاس ما باشه در ادامه، خب ما تابر رو داریم شروع می‌کنیم و اگرم یه درصد دانش آموزی حالا سعادت نمود ما در خدمتش باشیم، امیدوارم که این درس انقدر به درش خورده باشه در طول سال استفاده بکنه. خیلی خوشحال شدم در خدمت شما بودم. خیلی خیلی مواظب خودتون باشین. خدا نگهدار.